سلام به همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. من وحید محمدپور، کارشناس ارشد مهاجرتی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت، افتخار اینو دارم که امروز در خدمت سرکار خانم بهروزی از کلینت‌های موفق مجموعهمون هستیم که به تازگی به کشور استرالیا مهاجرت کردند با ویزای ساب کلاس 491 و در کمبرا پایتخت استرالیا ساکن هستم. من در ابتدا از سرکار خانم بهروزی میخوام یک معرفی ابتدایی از خودشون داشته باشند و بعد از اون وارد سوالات بشیم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. من پیشاپیش از سرکار خانم بهروزی بابت وقت ارزشمندشون که به ما اختصاص دادن تشکر میکنم. در خدمتتون هستم سرکار خانم بهروزی، در ابتدا یک معرفی از خودتون داشته باشید. متشکرم. سلام آقای محمدپور عزیز، من مریم بهروزی هستم و حدوداً 5 ماهه که به همراه همسرم از ایران مهاجرت کردیم و در حال حاضر در کمبرا پایتخت استرالیا ساکن هستیم. خوشحال میشم که در ادامه این بحث با شما باشم. بسیار عالی، باز هم از شما تشکر میکنم. خب سرکار خانم بهروزی عزیز، از ابتدای کم بگید، از تجربه همکاریتون با مجموعه پرشین مایگرنت، با این مجموعه به چه نحو آشنا شدید و استارت کار به چه شکلی بود، فرآیند کار به چه شکلی بود و از تجربه همکاریتون با پرشین مایگرنت دوستان برای مخاطبینمون صحبت بکنید. خیلی خلاصه بخوام خدمتتون بگم، من پرشین مایگرنت رو 5-6 سال پیش از طریق یکی از دوستام شناختم که میخواستن مهاجرت بکنن و کلاینت شما بودن. ایشون سال 96 مهاجرت کردن و من فقط دورا دور اون موقع، چون قضیه مهاجرت برای من قضیه جدی نبود، دورا دور میدیدم که ایشون حالا با شما دارن کار میکنن و شرکت پرشین مایگرنت وکیلشون هست. خبرهای جسته گریخته از دوستم داشتم. ایشون سال 96 مهاجرت کردن و من تا سال 98 هیچ تصمیمی برای مهاجرت، نه من نه همسرم، نداشتیم. 98 که میخواستیم مهاجرت کنیم، یکی دیگه از بستگان قبل از اینکه اصلا ما تصمیم بگیریم به مهاجرت اومدن به ما سر بزنن و در پروسه مهاجرت به استرالیا بودن و کلاینت شرکت شما بودن. به دلایلی که هممون میدونیم تصمیم ما برای مهاجرت جدی شد و صحبتی کردم با وحید همسرم به این نتیجه رسیدیم با وکیل و با شرکتی کار کنیم که امتحانش رو پس داده. یعنی میدونیم که کلاینت هاش ازش راضی هستن و جواب خوشایندی خواهد داشت برای ما همکاری باهاشون. به همین خاطر پرشین مایگرنت رو انتخاب کردیم به واسطه سابقه خوبی که توی همکاری با هم دوست های ما داشت و هم اقوام. بسیار خوب. 98 ما پروسه رو آغاز کردیم و 1401 دقیقاً، فکر میکنم دارم تاریخ اشتباه میگم، 99 ما، آره ما 99 استارت زدیم، پروندهمون رو بهمن 99 شروع کردیم، آره، و بهمن 1401 ویزامون رو گرفتیم. بسیار هم عالی. خب تجربه همکاری به چه نحوی بود؟ پیگیری بچه ها پرشین مایگرنت، شغلی که براتون انتخاب شد، اسسمنتی که یه مقدار اسسمنت در شغل خاصی بود دیگه، واقعا شاید جز مشاغل خاص بود. یه مقدار از این تجربتون بگید، چون که دوست دارم دوستان هم بدونن که تو این فرایند پرشین مایگرنت چگونه میتونه خدمات بده. مترجم. عرض کنم خدمتتون، من کد رشته‌ای که باش اقدام کردم کانفرنس اند ایونت اورگانایزر هست. به واسطه تجربه کاری که توی ایران داشتم و به واسطه اینکه خب رشته دانشگاهی من زبان انگلیسی بوده و جذابیتی شاید برای استرالیا این رشته نداشته باشه مثل رشته‌های فنی، چون خودشون کشور انگلیسی زبان هستن، ترجیحم این بود که
کدرشته رو اقدام بکنم که نیازی به مچ بودن و یا سازگار بودن با رشته دانشگاهی نداشته باشه. به همین خاطر تجربه کاریم هم کانفرنس اند ایونت اورگانایزر بود. با مشورتی که با بچه های پرشین مایگرند داشتیم در بار اول تلفنی و بعد در جلسه حضوری به این نتیجه رسیدیم که این کدرشته‌ای هست که من میتونم براش اقدام بکنم، جزء اولویت های کوتاه مدت استرالیا بود و میتونم بگم هم ما خوششانس بودیم و هم اینکه این کدرشته خیلی روتینی نیست که هر کسی براش اقدام بکنه. در نتیجه واقعیتش اینه که با امید 100% من اقدام نکردم. یک جایی تصمیم گرفتم که کدرشته رو عوض کنم، ولی همونجا با همکاری شما که مشورت کردم خوشبختانه اجازه این کار رو به من ندادن. یعنی پیشنهادشون این بود که عوض نکن و منتظر وایسا، دعوتنامه رو خواهی گرفت چون نمره زبانت بالاست، چون بقیه امتیازات بالاست، وقت بده، فرصت بده. و خوشحالم که عوض نکردم. شاید اگر پروسه رو از اول میخواستم طی بکنم به واسطه اینکه نسبت به این کدرشته یه خورده امیدم پایین بود، هنوز که هنوز من ایران بودم. خوشبختانه بچه های پرشین مایگرند چه در مرحله جمع‌آوری مدارک، اون زمان آفیسر ما آقای آبدینی بود، من نمیدونم هنوز هم با شرکت همکاری دارن یا نه، بسیار دقیق کار رو انجام دادن، جوری که ما اسس رو بار اول بدون هیچ کامنتی گرفتیم، اسس مثبت رو. 2 ماه جمع‌آوری مدارک و ترجمهشون طول کشید، ولی مو به مو اینها چک شد با وسواس خوبی که بچه های پرشین مایگرند داشتن. هیچ گونه ایرادی توی مدارک ما وجود نداشت خدا رو شکر، و بار اول ارزیابی مثبت رو گرفتیم و بعد نمره زبان ارائه شد. مشخصه که بچه های پرشین مایگرند کار کردن، یعنی با توجه به صحبت‌هایی که از مهاجرای دیگه میشنوم، از تجربه همکاریشون با شرکت‌های دیگه، میتونم بگم به ضرس قاطع یکی از موفق‌ترین شرکت‌هایی هست پرشین مایگرند که توی این حوزه داره فعالیت میکنه به واسطه کیس‌های موفقش و به واسطه دقتشون توی کارها. خیلی از پرونده‌ها هستن که من میشنوم از بچه‌ها به واسطه اشتباهی که شرکت مهاجرتی انجام داده به بن‌بست رسیدن، و خدا رو شکر میکنم که پروسه ما خیلی نرم، خیلی راحت و خیلی روان پیش رفت. بد شانسی اصلا نیاوردی، مثل اون دوستانی که بندگان خدا دعوتنامه‌شون پشت سد کرونا گیر کرد و چندین سال به زمان انتظارشون اضافه شد. همه چیز توی موقع و موعد خودش پیش رفت و میتونم بگم هم خوششانسی ما بود و هم خدا رو شکر وسواس ذهنی خودم، چون یه خورده آدم بدپیله‌ایم، یه کاری بخوام انجام بدم باید انجامش بدم، و همین که سعی مجددم برای گرفتن نمره بالاتر از 65 پلاس، چون من بار اول 65 پلاس رو گرفته بودم، بار دوم سعی کردم و 79 پلاس رو گرفتم و همین باعث شد نمره بالای زبان من باعث شد که دعوتنامه رو خیلی زودتر بگیرم. بسیار. عرض کنم و در نهایت دقت و تجربه بالای بچه های پرشین مایگرند بود که من فکر میکنم توی این پروسه خیلی به ما کمک کرد. یه جاهایی که ممکن بود به واسطه یه بی‌تجربگی خود من بخوام یه تصمیم دیگه بگیرم، با مشورت با بچه های پرشین مایگرند به این نتیجه رسیدم که نه، صبر کنم، بهشون اعتماد کردم و خدا رو شکر جواب اعتمادم هم گرفت. بسیار عالی، باعث افتخار ماست که این همکاری و این تجربه مثبتی بوده. بسیار بسیار هم باعث افتخار ماست. خب زهرا خانم بهروزی عزیز، در بحث حالا بعد از اینکه ویزا رو گرفتید و در بعد ورودتون به استرالیا، خب طبیعتاً شهر کمبرا پایتخت استرالیا، آیا چالشی داشتید؟ آیا خدمت شما عرض بکنم که حالا
در این پروسه تجربه‌ای هستش که دوست داشته باشید اشتراک بذارید، دوستانی که تو این مسیر هستن بدانند و اگر میتونن پیشبینیشو بکنن؟ در مورد کمبرا به صورت کلی، من شهر رو خیلی دوستش دارم، فقط خیلی سرد لامصب، یا من خیلی سرمایی‌ام یا اینجا خیلی سرده. تصور من از استرالیا این سطح از سرمایه پاییز و زمستان نبود و تصور غلطی هم نبود، چون هیچ کدوم از شهرهای دیگه به این شکل سرد نیستن. اینجا برف نمیاد، ما برف ندیدیم توی پاییز و زمستانی که گذشت. الان ماه دوم از زمستون، حدودا 17 روزش گذشته و کمتر از یک ماه و نیم به پایان زمستان مونده، برف ندیدیم، ولی هوا سرده دیگه، هوا قابل پیش بینی نیست. این مشکل من کلیت، همه مشکل من اول و آخر با کمبرا همینه. اگر بقیه چیزاشو دوست دارم، شهر بسیار تمیز، بسیار تمیز، هم هواش و هم فضاش. خیلی زیباست کمبرا، بسیار پردرخته، یعنی فکر میکنم به ازای هر آدمی اینجا بیش از 1000 تا درخت کاشتن. خیلی شهر تمیز و نسبتاً مدرنیه، جمعیت کمی داره، به همین خاطر اصلا شما ترافیک آنچنانی درش نمیبینید، کوچه خیابونا خیلی شلوغ و مملو از آدم نیستن. برای مایی که از ما تهران زندگی میکردیم، از تهران اومده بودیم اینجا، اوائل واقعا شگفت انگیز بود، الان یه خورده عادی تر شد برامون. آره، آلودگی هوا مطلقا نداره، بسیار تمیزه، یعنی هیچ چیزش به اندازه تمیزیش برای من جذاب نیست. شهر قشنگیه، وسعت آسمونش بسیار زیاده، یعنی سهم شما از آسمون زیاده، چیزی که شما توی تهران و توی شهرهای صنعتی، حالا من سیدنی و یه هفته 10 روز بودم، خیلی تجربه زندگی اونجا رو ندارم، توی شهرهای صنعتی کمتر شما سهمی از تماشای آسمان دارید، ولی توی کمبرا خوشبختانه ما آسمان خیلی قشنگی داریم و مردم خیلی خونگرمی داره. شکل خونگرمیشون با شکل خونگرمی ما ایرانی ها فرق میکنه ها، ولی خیلی ریلکسن، استرس ندارن، به تو استرس نمیدن، اغلب همه چی رو آسون میگیرن، سخت نمیگیرن. سبک زندگیشون سبک زندگی بدون استرسیه. هیچ وقت من ندیدم توی این 5 ماه که یه جمعیت یک جایی در حال تلاطم باشه، در حال عجله کردن بودو بودو باشن. نه، اصلا توی این فضاها نیستن، خدا رو شکر. آدمای قضاوت کننده ای نیستن و مردم کمبرا رو من دوست دارم. به هر حال همه جای جهان یک سری نجات پرست هستن، اینجا هم هست، ولی تعدادشون انقدر کمه که خیلی به چشم نمیاد، خدا رو شکر. مردم کول و میشه گفت صمیمی داره، درسته، از جنس صمیمیت خودش، درسته. با چه چالشی روبرو شدید توی این فرایند؟ آیا مثلا چیزی هستش که فکر بکنید که مثلا لازمه بدانن دوستان وقتی میخوان بیان مناطق ریجنال، مثلا کمبرا؟ کمبرا رو که بخوام عرض کنم خدمتتون، یه خورده خب همون بحث هواش هست که متفاوت هست از بحث بقیه استرالیا و شکل پیدا کردن کار اینجا یه خورده سخت هست. میتونم کمبرا از شهرهایی که سخت توش بشه کار مرتبط رو پیدا کردونم، به این واسطه که پایتخت بیشتر جا پوزیشن ها برای شغل های دولتیه. برای منی که ویزای 491 دارم و شهروند استرالیا نیستم فعلا، کارهای دولتی عملا امکانش نیست تا زمانی که پاسپورت استرالیا رو داشته باشم. در نتیجه تعداد جاب ویکنسی ها، جاب پوزیشن ها خودش قطعا کمتره، هم به واسطه اینکه جمعیت بسیار کمتری داره نسبت به سیدنی و ملبورن و بریزبن، و هم به واسطه اینکه بیشتر شرکت ها و بیشتر سازمان ها شرکت های دولتی هستن و نیروهایی که جذب میکنن باید شهروند استرالیا باشن، سیتیزن باشن، درست، سیتیزن باشن، بله. ولی اونجوری هم نیست که کار پیدا نشه. من کار غیر مرتبط رو 1-2 هفته بعد از ورود به استرالیا توی حوزه ریتیل شروع کردم
و بعد از اون کار دفتری و فول تایم رو، اون کار پارت تایم بود، یک ماه و نیم اون کار رو داشتم. پیمنتش هم خوب بود، یعنی دخل و خرج آدم با یک کار پارت تایم هم در میاد اینجا. حالا توی ادامه گفتگو در مورد کار و تجربه پیدا کردن کارتون حتما میخوام ازتون یه مقدار توی سوال دیگری بپرسم. در زمینه افتتاح حساب بانکی، ثبت نام مدیکر، بالاخره شما وقتی با ویزای 491 وارد خاک استرالیا میشید، خب خوشبختانه از این خدمات میتونید بهره مند بشید. یه مقدار از تجربه خودتون تو این زمینه بهمون بگید. ببینید، حساب بانکی ما روزی که رسیدیم سیدنی، روز بعدش رفتیم گفتیم بپرسیم از یه بانکی ببینیم چه مدارکی لازم داره و چه جوریه. رفتیم بانک کامانولث وسط شهر سیدنی دقیقا، و رفتیم تو به این قصد که بپرسیم ببینیم مثلا ما ایرانیم، چون شنیده بودیم اذیت میکنن و اینا، مثلا بر ایرانیا به واسطه تحریم و حساب راحت باز نمیکنن. بسیار محترمانه برخورد کردن، بسیار خوب راهنمایی کردن و ما یه رو بعدش با کارتای بانکیمون از بانک خارج شدیم. خیلی راحت بانک کامانولث خیلی کار رو سریع و راحت انجام داد. من و همسرم یه مشاور اختصاصی بهمون دادن، رفتیم توی اتاق نشستیم، مشورت کرد با ما که چه نوع حسابی میخواین، چه نوع حسابی نمیخواین، قصدتون چیه، کدوم شهر میخواین زندگی بکنین، و همه مسائل رو در نظر گرفت و به ما پیشنهاد داد که چه نوع حساب بانکی باز بکنیم بهتر هست. و خیلی پروسه راحتی بود، شاید از حساب باز کردن توی ایران خیلی راحت تر بود. و بعد از اون هم وقتی اومدیم کمبرا، فقط ما یک بار به بانک مراجعه کردیم برای اینکه آدرسمون رو عوض بکنیم. بقیه موارد رو اگر نیاز بوده آنلاین، مثلا تغییر آدرسی بوده، تغییر تلفنی بوده، تغییر محل کاری بوده، همه رو آنلاین انجام دادیم. بانک خوبیه، خدمات خوبی داره و هر از گاهی به واسطه حالا سیستم هایی که دارن برای مبارزه با فولشویی ممکنه ایمیل بزنه، ممکنه تماس بگیره که اطلاعات رو به روز بکنه، آیا محل کار عوض شده، اینجایی که هفته به هفته یا دو هفته به دو هفته داره برای تو پول میریزه کجاست، چه شکلیه، و یه سری اویدنس هر از چنگاهی میخواد که طبیعیه و اصلا چیز اذیت کننده ای نیست. اگر به صورت قانونی کسی اینجا داره کار میکنه و درآمد داره، میتونم بگم که نگران مسائل بانکیش باشه. خدا رو شکر ما مشکلی نداشتیم. بسیار عالی. مدیکر چطوری بود خانم بهروزی؟ مدیکر یه خورده پروسش طولانی بود و به واسطه اینکه ما جز ویزاهایی بودیم که یهو بعد از کرونا یه حجم زیادی ویزا یهو داده شد و اومدیم، به همین خاطر 8 هفته بعد از ثبت نام مدیکر طول کشید تا کارتش برای ما بیاد. ولی توی همون 8 هفته هم به ما یک کد پیگیری داده بودن که اگر نیاز بود بریم جی پی رو، مثلا یک جی پی انتخاب بکنیم، پزشک خانواده رو انتخاب بکنیم و بریم ویزیت بشیم، با اون شماره پیگیری میتونستیم. ولی خب ما نیاز نبود و نرفتیم. اما 8 هفته زمان انتظارش بود از زمانی که ثبت نام کردیم تا زمانی که کارت های مدیکیرمون به دستمون رسید. آنلاین رجیستر کردید دیگه، درسته؟ آنلاین هم میشد، ما حضوری رفتیم سرویس استرالیا. درست. بسیار درست. بسیار خوب. خب در مورد شهر کمبرا صحبت کردید. خدمت شما عرض بکنم که خیلی هم به زیبایی شهر دادید. این رو خیلی از این اصطلاحتون که سهم من از آسمان در اینجا بیشتره، خیلی خیلی خوشم اومد. خیلی به نظر من میتونه تیتر قشنگی باشه حتی برای این گفتگو. ولی میخوام اینو یه مقدار بیشتر باز بکنیم که برای فردی که تازه وارد یکی از شهرهای استرالیا شده و خب مشغول به کار شده، داره حقوق میگیره، بالاخره حالا برای هزینه های زندگیش، آیا این بالانس برقرار میشه؟ آیا این تعادل وجود داره؟ یا طور دیگر هستش؟ این باید بعداً بهش برسیم. این اتفاق میفته واقعاً؟ یعنی برای کسی که یک کار پیدا بکنه میتونه هزینه‌هاشو کاور بکنه؟ آره،
مختصر جواب کوتاه و مفید و مختصرش میشه آره. اصلی ترین هزینه اینجا اجاره خونه است. اجاره خونه ها بالاست. ولی من و همسرم در ابتدا که وارد شده بودیم هر دو کارمون پارت تایم بود و کار پارت تایم بیشتر از فکر میکنم هفته 20 ساعت همسرم کار نداشتیم، ولی که داشتیم اجاره خونه رو میتونستیم پرداخت بکنیم، هم خورد و خوراک رو. یعنی به صورت کلی اینجا آدم ها خیلی برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن، نرمال آدم ها و متوسط آدم ها منظورم هست، نمیدونن، چون با یک کار حتی نیمه وقت شما میتونید خورد و خوراک یک خانواده رو مدیریت بکنید. بسیار بسیار نسبت به درآمد عرض میکنم خورد و خوراک اینجا به صرفه هست، ارزان میتونم حتی بگم هست. شما اصلا نمیتونید نسبت بگیرید بگید قابل مقایسه است با ایران. نسبت خورد و خرید و خورد و خوراک خاربار به درآمد اینجا اصلا سهم خیلی کمی خواهد بود. اصلی ترین هزینه هزینه ی اجاره خونه است که بله بالاست. حدوداً شما برای یک خونه یک خوابه توی کمبرا رو عرض میکنم کمتر از هفته ای 400 تا فکر نمیکنم جایی باشه که پیدا بکنید، مگر اینکه خونه شیر بخواین بگیرین. ما در ابتدا که اومده بودیم و دنبال خونه میگشتیم دو هفته ایر بی ان بی بودیم، چون پروسه خونه گرفتن پروسه طولانی هست اینجا، حدوداً شاید یک ماه طول بکشه، یک ماه و نیم، بسته به اینکه بخواین با ایجنت پیش برین یا پرایوت اونر. عرض میکردم بله اگر شما یک کار پاره وقت هم داشته باشید خرج خورد و خوراک خودتون و خانوادتون در میاد. البته که بستگی به نوع خرجگرد آدم ها هم داره. مسلما در اوائل مهاجرت آدم باید انتظار سختی هایی رو داشته باشه. من همون شکلی که توی ایران کار میکردم و درآمد داشتم و مثلا یخچال خونم رو پر می‌کردم، اوایل مهاجرت انتظارم این نبود که بتونم اون میزان از چطور بگم امکانات رو برای خودم مهیا کنم. اصلا انتظارم این نبود و خودم رو صفر گرفته بودم برای اینکه آدم انتخاب کرده مهاجرت کنه، خب سختی هم داره دیگه اولش، ولی خدا شکر اصلا اینجوری نبود. اصلا در حوزه خورد و خوراک ما هیچ مشکلی نداشتیم به واسطه اینکه خیلی قیمت با منطقیه در مقایسه با درآمدی که هر ساعت به ازای هر ساعت به هر کارگر داده میشه، کارمند داده میشه اینجا، اون خورد و خوراک واقعا سهم خیلی ناچیزی هست. بیشترین هزینه همونطور که عرض کردم اجاره خونه و هزینه انرژی هست. خب یکم بریم باید بس همین اجاره خونه بشیم. تجربه پیدا کردن خونه اول، حالا شما Airbnb رو تجربه کردید، اگر میخواید از اون تجربه هم دوستانمون رو آگاه بکنید که خب خیلی به نظر من میتونه تجربه خوبی باشه. و پیدا کردن خونه و اجاره خونه، در بحث حساب بانکیتون گفتید حتی امکان داشت مثلا اعلام بکنید تغییر آدرس بخواید اعلام بکنید. از این تجربتون هم به دوستانمون بگید ممنونتون میشه. ببینید من یه چیزی خیلی رک به دوستانی که میخوان بیان استرالیا و توی پروسه اومدنشون نزدیکه بگم، برای خونه اول خودتون رو درگیر گرفتن خونه از ایجنت نکنید، به خاطر اینکه ایجنت از شما اویدنس میخواد که شما اینجا خونه اجاره کردید، از شما اویدنس میخواد که فیش حقوقی مستمر حداقل سه فیش آخرتون رو میخواد، اجاره نامه خونه قبلیتون توی استرالیا رو میخواد، قرارداد کاری خودتون همسرتون رو میخواد اگر حالا با پارتنر دارین تشریف میارین. در نتیجه خودتون رو، من اشتباه کردم یک ماه اول درگیر این بودم که بیام از ایجنت خونه بگیرم، اشتباه بود. بعد به این نتیجه رسیدم که آقا من فقط دارم میرم بازدید، دارم اپلیکیشن پر میکنم، خونه به منی که دارم دنبال کار میگردم ایجنت نمیده. شما کاری که میکنید اومدین اینجا یا از طریق گامتری یا از طریق فیسبوک مارکت پلیس یا از طریق حالا گروه هایی که وجود داره دنبال پرایوت اونر بگردید،
من خونه ای که توش الان قرارداد بستم و 5 ماه دارم زندگی میکنم، حالا 5 ماه که نه، 2 هفته اولشو برداریم 4 ماه و نیم دارم زندگی میکنم، از طریق گامتری پیدا کردم. سخت اولین خونه رو خیلی سخت ممکنه شما از ایجنت بگیرید، مگر اینکه مدارکی داشته باشید دال برای اینکه اینجا کار دارید، مدارکی داشته باشید دال برای اینکه پی اسلیپ مستمر داشتید چند وقت اخیر، و رفرنس میخوان ازتون دیگه. یکی باید رفرنستون بشه که و حساب بانکیتون هم باید به ایجنت که آقا شما حداقل 6 اجاره اینجا توی حساب اون خونه که میخواین بگیرین و توی حسابتون دارید. اگر همه این شرایط رو دارید، خب دمتون گرم، مشکل نخواهید داشت، بیایید 2 هفته 3 هفته میرین بازدید میکنین، نهایتاً 1 ماه بعدش خونتون رو میگیرید. در ابتدا اگر دوستی، آشنایی، فامیلی، کسی دارید که میتونید که باهاش زندگی بکنید، چند وقتا خونه رو بگیرید که چه بهتر. اگر نه، اصلا استرس اینو به خودتون راه ندید. Airbnb واقعا خوبن. من 2 تا Airbnb رو با همسرم تجربه کردم. مثل خونه خود آدم نیست، ولی خب یا یک سویت ازش گرفتی یا یک اتاق مجهز ازش گرفتی، فرنیشت هستن. پولی که بهش میدی به اندازه اون امکاناتی که بهت میده نیست، ولی به هر حال یک استقلال نسبی داری. اون چند هفته‌ای که دارین دنبال خونه میگردین، بهترین آپشن از نظر من Airbnb است. برای منی که اینجا توی یکم بیشتر وارد Airbnb بشه. Airbnb یعنی چی؟ مثلا Airbnb چی هست؟ چه جوری هست؟ همین کانسپت رو توی ایران هم داریم به شکل‌های مختلفش. یا میتونید توی حالا فضای Airbnb یک اپلیکیشن هست نصبش کنید و یک اتاق از یک خونه رو شما اجاره بکنید. اون خونه ممکنه 4 تا 5 تا اتاق داشته باشه، هر کدومش رو داره برای مدت‌های مشخصی به کسانی اجاره میده. یا میتونید یه خونه رو، یه سویت رو، یه فلت رو، یه واحدی رو، یه استودیو رو، فلت رو اینجا بهش میگن استودیو، یعنی آپارتمانی که اتاق خواب نداره، فلت. میتونید اونو ازش اجاره بکنید 1 هفته 2 هفته و یه خورده قیمتش نسبت به اون اجاره هفتهی که شما ممکنه به آپارتمان بدید بالاتره. مثلا من اینجا خونه یه خوابه رو اجاره کردم 450 پر ویک، ولی Airbnb رو فکر میکنم اونی که چیز بود، حموم دستشویی داشت، یعنی یک اتاق بود و یه حموم دستشویی توی یه هفته که ما گرفتیم، یا 500 بود یا 550 اگر اشتباه نکنم. نسبت به امکاناتی که بهت میده پول بیشتری میگیره، ولی خب یک رفاه نسبی هم داری دیگه. به صورت مستقل سرویس بهداشتی تو داری، اتاق تو داری، تخت تو داری، و برای کسی که مخصوصا بچه ندارن، بچه کوچیک ندارن، Airbnb گزینه خوبیه. اومدن اینجا باید نصبش کنن فکر میکنم. من چون ایران بودم نداشتم Airbnb رو روی گوشیم، ولی گرفتن خونه روش خیلی راحته، مثل همون اسنپ تریپ و چیزایی که توی ایران داریم و ازشون مثلا برای مسافرت ها ویلا اجاره میکنیم. دقیقا این همون سیستم، فقط باید حساب بانکی اینجا داشته باشید یا از حساب بانکی کسی استفاده بکنید که قبل از ورود پول رو پرداخت بکنید. یعنی شما بوک میکنید که مثلا از 17 جولای تا 25 جولای میخوام کمبرا ساکن باشم، پیشنهاداتی به شما میده با قیمتهای متفاوت بنا به فیلترهایی که شما بهش میدین و انتخاب میکنید. بعد از اینکه انتخاب کردید، صاحب خونه باید اپلیکیشن شما رو ببینه چند نفرین، چه جوری هستین، یه ایمیل به شما میده که آقا من تایید میکنم، و بعد میرین توی صفحه پرداخت میکنید و بوکش میکنید. درسته، بسیار خوب. خستتون کردیم خانم بهروزی، ولی خب داریم، من که دارم لذت میبرم و تجربه میکنم. اولش سخته، من دوست داشتم یکی بود که قبلا اینا رو به من میگفت که خودتو درگیر این چیزا نکن، یا اگر خودتو درگیر میکنی با مهاجرت دیگه سخته، انتظار داری مثل خونه با مامانت باشه، نیست، اولاش سخته. درسته. خب یک بریم سر قسمت مهمش که یک مهاجر اسکیلد ورکر
بالاخره بر اساس مهاجرت کاری شاید دغدغه مهمش باشه. اون هم پیدا کردن اولین کار، پیدا کردن کار، اون که چه جوری اون کارها باید سرچ بشه، چه جوری باید اپلای کنید براش. یکم از این تجربتون برامون بگید که به نظرم برای دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینند تجربه ارزشمندیه، چون فردی داره این فرمایشاتون میکنه که داره در کمبرا کار میکنه، در شغلی که تقریبا میشه گفت نزدیک میشه به همون شغلی که باهاش اسس شده. ولی در هر صورت دوست دارم این رو هم باز بکنید که آیا الزامی داشت که در همون شغلی که اسس شده بودید کار پیدا بکنید؟ یکم میخوام تو این زمینه دوستانمون رو راهنمایی بکنید. نه، الزامی نداشت. من این رو قبلا اصلا با مشورت و بچهای پرشین مایگرنت میدونستم، ولی اینجا هم که اومدم از آفیسر پروندهمون توی سازمان مهاجرتی استرالیا ایمیل زدم و پرسیدم که آقا من و همسرم الزامی داریم که توی اون رشته هایی که اعلام کد رشته هایی که اعلام کردیم به شما کار پیدا کنیم؟ چون ممکنه این کار راحت پیدا نشه، طبیعتا کار تخصصی طول میکشه تا پیدا بشه. گفت که نه، شما تنها حالا شرایطی که دارید این هست که به مدت 3 سال توی مناطق ریجنال زندگی بکنید. این تنها شرطی بود که من داشتم و دارم. ریکوایرمنت ویزای ما این شرط رو تنها شرطی بود که داشت. و اینکه در صورت کلی کسایی که میخوان استرالیا مهاجرت بکنن، اگر میخوان توی حوزه، اگر خودشون میخوان بیزینسی رو استارت بزنن که اون اصلا بحثش جداست، اما اگر میخوان بیان و وارد بازار کار استرالیا به عنوان نیروی کار بشن، یه چند تا مورد هست که باید از قبل رعایت کنن و بهش اهمیت زیادی بدن. لینکدینشون هست، صفحات لینکدینشون رو خیلی آپدیت نگه دارن و با همون کدرشته که اقدام کردن و قصدشون اینه که بیان اینجا و اون کار رو ادامه بدن، اون صفحه رو بروز بکنن. صفحه های کاریابی اینجا رو مدام چک بکنن، هرچند من اصلا پیشنهاد نمیکنم. من این اشتباه رو خودم میکردم و از ایران اپلای میکردم برای اینجا. یکی هم اتفاقا به مصاحبه رسید از هزارتایی که اپلای کردم، ولی خب به محض اینکه میبینن آدرس شما ایران خورده، مخصوصا این کشوری مثل ایران که خب خیلی شناخته شده نیست نیروی کارش برای استرالیا، نه فقط برای استرالیا، برای جهان. مثلا شما اگر محل کارت رو، محل زندگیت رو مثلا آمریکا بزنی، انگلیس بزنی، اینها باز یه برداشت ذهنی کانسپتی از نوع کار کردن شما توی این کشور دارن، ولی راجع به ایران، اینکه شما چجوری کار میکنید، شرایط کار چجوری، قانون کار چی میگه، وظایف شغلیتون چیه، اینا هیچی از این ماجراهای ایران نمیدونن. در نتیجه تا اونجایی که میتونید صبر کنید، مثل من عجول نباشید، بذارین وقتی رسیدین اینجا اپلای بکنید. صفحاتی مثل سیک، جورا و ایندید، این سه تا از معروف ترینان دیگه. شما میخواین کارگیر بیارین، من کار اولم رو از طریق جورا پیدا کردم، همون کار پارت تایم توی ریتیل، و کار دومم رو توی سیک پیدا کردم، همین کاری که الان دارم انجام میدم به عنوان داکیومنت آفیسر توی یک شرکت مشاوره حقوقی. نزدیک هست به اون کاری که توی ایران میکردم و کاری که باهاش اپلای کردم و اومدم اینجا. دقیقا اون نیست، ولی خب نزدیکه، خدا رو شکر. کار فول تایم، پیمنتش خوبه و نیازهای ذهنی و روحی من رو به عنوان اولین کار دفتری و فول تایم توی استرالیا برآورده میکنه. این صفحاتی که عرض کردم رو مدام دنبال بکنید برای آگهی های شغلیتون و رزومتون رو آپدیت نگه دارید. رزومه های بالای 3 صفحه رو معمولا میگن اینجا خیلی استقبال نمی کنن. من خودم 7 صفحه رزومه میفرستادم، بعدم فهمیدم که با اصلا نمی خونن. خیلی دوستان استرالیایی خیلی چیزن، خیلی یواشن، آرومن، اصلا حوصله مثلا کارای پرتنش و بودو بودو و اینا رو ندارن. حالا ایشالله که همه میان، همه کسایی که دوست دارن میان و میبینن خودشون. خیلی خودتون رو درگیر رزومه های
هم تراق و طولانی و اینها نکنید، به صورت خیلی مختصر توی دو صفحه، نهایتا دو صفحه و نیم، تجربتون، تجربه کاریتون، اچیومنت هاتون توی کارهایی که دارید خودتون رو با اون کد رشته پرزنت میکنید رو بنویسید توی رزومتون و آپدیت نگه دارید، خودتون رو، بازار کار اینجا رو مدام بررسی بکنید. اگر شغل خوبی هست، اگر نزدیک به زمان اومدنتون هست، حتما که اپلای بکنید و توی رزومتون حتما ذکر بکنید که مثلا من فلان تاریخ توی استرالیا خواهم بود. ولی فرقی نمیکنه برای چه شهری، برای هر شهری دارید اقدام میکنید و دنبال کار توی اون شهر میگردید، از این چند مجرا شما میتونید کار پیدا بکنید. کار اول رو یه خورده سخت نگیرید به خودتون، انتظار خیلی بالایی نداشته باشید. به هر حال مهاجرت به عنوان نیروی اسکیل ورکر با کسی که داره بیزینسی یا سرمایه گذاری مهاجرت میکنه فرق میکنه. یه کار غیر مرتبط هم شده بگیرید عالیه، هم که از نظر روحی به این صحبت میرسید که اوکی، من کار اول رو اینجا گرفتم، بعد یواش یواش کار دوم از کار اول بهتر، کار بعدی قطعا کار تخصصی دارم. من آدم میشناسم اینجا یک سال و نیم کار غیر مرتبط کرده و بعد یک سال و نیم رفته همون فیلد مهندسی، حالا هر چیزی که بوده، اینجا کار مرتبط پیدا کرده و داره بعد از یک سال و نیم کار تخصصی خودش رو میکنه. اینا رو گفتم که بگم خیلی سخت نگیرین. اگر اولش یه ماه، دو ماه، سه ماه کار غیر مرتبط مجبور شدید بکنید، اصلا چیز بدی نیست، اونم یه تجربه است. حالا این سوال یک مقداری شاید تجربه توی محل کار چطوری بود؟ اون پذیرشتون توی محل کار چطوری بود؟ چون دوستانی که حالا بعضی از کشورها، بلخص کشور اروپایی رو تجربه کردن، یک مقداری از این تبعیض نژادی، نمیدونم نحوه دادن مرخصی، تعریف شرح وظایف برای به نوعی سیتیزن ها و مهاجرها، اینو میخوام بگم که دوستانی که در اروپا تجربه دارن این رو حتما با گوشت و پوست و خون خودشون حس کردن که حتی برای گرفتن یک مرخصی چقدر درد سر باید بکشن. استرالیا چطوریه؟ اصلا تو محیط کار پذیرش خوب بود؟ آیا فرقی میذارن بین شما؟ شما که دیگه تو یک شهری هم هستید که بیشتر جو شاغلینش سیتیزن هستش دیگه، یعنی شهری هستش که آفیشیال کار میکنن. نه واقعا من تفاوتی بین خودم و کسی که توی شرکت داره بغل دست من کار میکنه و مثلا چه میدونم بابای بابا بزرگش هم استرالیایی بوده و خودش هم 15 ساله داره تو اون شرکت کار میکنه، از لحاظ قانون کار و از نظر اینکه مرخصی چطور باشه، پای حقوق چطور باشه، به هیچ عنوان تفاوتی وجود نداره و همیشه حق با، میگن حق با مشتریه، همیشه حق با کارجوه. یعنی شما با یک شرکت قرارداد رسمی وقتی دارید، حق نداره به هیچ عنوان به خاطر اقلیت بودن شما، چه اقلیت مذهبی، چه اقلیت جنسیتی، چه اقلیت، حالا مهاجرها هم اقلیت محسوب میشن دیگه، حق نداره به هیچ عنوان برای هر کدوم از این آیتم ها که ذکر شد به شما خورده بگیره یا پول کمتری بده. شما به صورت رسمی و قانونی دارید توی اون کشور زندگی میکنید، ویزا دارید، ویزای کار دارید، اجازه زندگی دارید و به محض اینکه کوچکترین آتوی ایمپلویر ها بدن، قانون طرف شما رو میگیره. و خدا رو شکر من چه تو کار پارت تایمم، چه تو کار فول تایمم، تو کار فول تایمم که اصلا این قضیه نبود، از روز اول قرار داد کار فول تایم به صورت هر چیزی که برای بقیه رعایت میشه، برای شما هم درست اولین کارتون هست توی استرالیا رعایت میشه و این وجود نداره، خیالتون راحت باشه. مگر اینکه حالا کسانی تجربه هایی داشتن که از حالا کار سیاه کردن یا پناهنده بودن، من اونا رو واقعا نمیدونم، ایده ای ندارم راجبش، ولی کسانی که به صورت قانونی مهاجرت میکنن و اجازه کار توی استرالیا رو دارن، با قرارداد جلو میرن و سیستم بانکیشون شفاف هست، حساب بانکی معتبر دارن، هیچ مشکلی ندارن مادامی که دارن یک
مسائل حقوقیشون اینجا وقتی با شما قرارداد میبندن، من شهروند استرالیا نیستم الان، ولی برای تکس دادن شهروند استرالیا محسوب میشم. توی قرارداد من اومده که شما به عنوان شهروند استرالیایی به منظور پرداخت تکس در نظر گرفته میشید. این چیزی که در مبحث هوم افیرز یعنی سازمان مهاجرتی استرالیا، من شهروند نیستم. اوکی، این تفاوت مفهوم ها رو میخوام بگم توی قانون کار. توی قانون کار من شهروندم و همه قوانینی که راجع به یک شهروند صدق میکنه راجع به منم صدق میکنه. شما صدق. بسیار عالی، بسیار زیبا گفتید. خب سر خانم بروزی، در انتهای گفتگومون اگر نکته ای، موردی، مسئله ای رو لازم میدونید بیان بفرمایید، وگرنه دیگه بیشتر از این وقت شما رو نگیریم. از نظر زمان و ساعت هم یک مقداری اختلاف ساعت داریم. شما لطف داشتید به ما که فرصتتون رو به ما دادید. در انتهای صحبت اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه دیگه بحث رو به اتمام برسیم. سلامت باشید. من یکی دو تا نکته فقط به صورت خیلی مختصر بگم. اینکه زبان رو خیلی جدی‌تر بگیرید. من خودم سالها سابقه تدریس زبان انگلیسی داشتم. آزمون زبانم رو که نمره ارائه دادم فول 90 شدم و اومدم اینجا، ولی واقعا سد زبانی رو خیلی وقتا درکش میکنم. خیلی وقتا سد زبانی همون لنگویج بریر اذیت میکنه. در نتیجه تا اونجایی که میتونید گوشتون رو به زبان انگلیسی آشنا بکنید و فکر نکنید که میایین اینجا یه ماه تو فضای زبان انگلیسی قرار میگیرید معجزه میشه. نه، همچین خبرایی نیست. اینو خیلی رک دارم میگم. با زبان تقویت شده بیاین و انشاءالله که میایین اینجا اتفاقای خوب براتون بیفته. و فقط یه مطلب دیگه، وقتی میایین خیلی انتظارهای فضایی و تخیلی از خودتون نداشته باشید. مهاجرت یک پروسه پیچیده، سخت و استقامت بالایی میخواد. اولش اینو هی به خودتون بگید، مهاجرت چیز کار آسونی نیست، کاری نیست که همه از پسش بر بیان، قدرت زیادی میخواد از نظر روحی و جسمی و همین دیگه. اینا خیلی مهمن، چیزایی که بهش پرداخته نمیشه قبل از اومدن. معمولا این از همش دنبال پول جمع کردن و اینو بفروشم اونو بفروشم دلارش کنم. نه، زبانتون رو تقویت کنین و روحیتون رو، آماده مشکلات باشین، ولی انقدر که فکر میکنین از دور میبینین ترسناکه، نه، انقدر اصلا ترسناک نیست. خوشبختانه بسیار ممنونم، بسیار ممنونم که دلسوزانه ترچی تجربه بود در این تایمی که در خدمتون بودیم با دوستانمون به اشتراک گذاشتید. من خیلی متشکرم از شما سرکار خانم بهروزی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که انشاءالله در یک زمان دیگه در موقعیت دیگه باز فرصت بشه بتونیم در خدمتون باشیم. من با شما خداحافظی میکنم، سلامت باشید. داشته باشید. میگم شب اینجا 9:30 شبه، عصر خوبی پیش رو داشته باشید. سلامت باشید، خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار.